با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی، مسئله جاسوسی و جاسوسی از کشورها تقریبا بعد از جنگ جهانی اول و خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید. مسئله جنگ سرد و دو قطب شدن جهان، پیمان ناتو و پیمان ورشو در مقابل یکدیگر، بلوک شرق و بلوک غرب در رو در رو، این مسئله را هرچه بیشتر دامن زد. امریکا در صدر این سازمان‌های جاسوسی با سازمانی به نام CIA و شوروی با سازمان KGB بیشتر و بیشتر به این مسئله دامن زدند و هر یک سعی می‌کردند برای احبار خود و یاران خیش اطلاعات بیشتری جمع آوری کنند و این رسم و این عرف همچنان ادامه دارد. در شرایطی که جمهوری اسلامی صحبت از زدن و کشتن و از بین بردن این و آن می کند، زمانی که سران جمهوری اسلامی از رفسنجانی و خامنه‌ای و احمدی نژاد و فلان دلغک و فلان فیسار می نشینند و صحبت از این می کنند که اسرائیل را از روی دنیا محو خواهند کرد، این مسئله را باید انتظار داشت که اسرائیلی ها و سازمان موساد همچنان و در فکر بیشتر اطلاعات به دست آوردن و جاسوسی کردن از ایران هستند. آقای شاهین دادخواه از مشاوران آقای روحانی که اکنون در زندان به سر میبرد، نامه ای را منتشر کرده و افشاگری را در مورد جاسوسی های موساد در ایران نموده است. آقای دادخواه در اینجا صحبت از تله‌ای می کند که اداره سازمان موساد برای تجارت اطلاعات ایران پهن کرد و به اهداف خودش ادامه داد و باعث مسحک شدن وزارت اطلاعات در سطح جهان و آنهانی که به این مسئله ها را موشکافانه نگاه می کنند گردید. آقای دادخواه می نویسد مسئله اعترافات و گزارش هایی را که وزارت اطلاعات دریافت کرده و در مورد موساد به عنوان قاتلان کارشناسان اتمی ایران انجام داده است، آن بود که اتفاقی که میفته به این طوری هست و خلاصش که آقای سازمان اطلاعاتی موساد زمانی که بعضی از جوانها و جوانهای بیکار به داخل ترکیه میرن و در ترکیه و در آنتاریو و جاهای دیگه مشغول تفریح بودن، به اونها اپروچ میکنه، از اونها میخواد که با موساد همکاری کنن و در مزاش به اینها پولهایی داده میشه، اینها قبول میکنن و بعد از اینکه اینها این پولها رو میگیرند و قبول میکنن و وارد ایران میشن، بعد از مدتی به عناوین مختلف خودش اینها رو لو میده و به در مقابل وزارت اطلاعات یا به قولی به صورت تومه جلوی وزارت اطلاعات میاندازه و وزارت اطلاعات شاد و سربلند از اینکه جاسوس‌های اسرائیلی که در ایران کار می‌کردن رو می‌گیره و همچنان اعلام می‌کرده هر روز که یک شبکه اسرائیلی رو گرفتیم. اسرائیلی‌ها هم خیلی اظهار تأسف می‌کردن که وای جاسوس‌های ما در ایران گرفته شد، ما 20 سال 30 سال عقب افتادیم. و آقای مصلحی و دیگران سربلند و مفتخر به این مسئله ادامه می‌داد، ولی غافل از اینکه اینها هیچ وقت شبکه‌های اصلی نبودند و شبکه‌های اصلی که کار ترور دانشمندان یا متخصصین اتمی ایران را انجام می‌دادند و می‌رفتند و این نوع آدم‌ها در مقابل گرفتار می‌شدند و وزارت اطلاعات از اونها می‌خواست که با اعتراف به جرم اونها را آزاد کنه، روشی که همیشه انجام داده و اونها را بعد از اینکه به این روش به این جرم اعتراف می‌کردند، یکی دو نفر رو به اعدام محکوم میکنه و حتی چند نفری رو به خاطر اینکه فکر میکرده اینها رو میتونه به عنوان جاسوس دو جانبه استفاده کنه راهی ترکیه میکنه و حتی در ترکیه یکی از اینها کشته میشه. به تکه هایی از نامه آقای دادخواه اشاره میکنم. آقای دادخواه مینویسه فردی به نام رضوی
به خاطر نقشی که در سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش ایفا کرده، از معاونت داخلی وزارت اطلاعات به معاونت ضد جاسوسی منتقل شد. این نقل و انتقال در حالی روی داده است که سابقه کاری او در وزارت کشور در زمینه مسائل داخلی بود. بدین ترتیب بنابر نوشته شاهین دادخواه، تیم ضعیفی متشکل از حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و دو معاونش تدین و رضوی در رأس وزارت اطلاعات قرار می گیرند. پس از آن موساد برای سرگرم کردن این تیم نقشه ای پیچیده طرح کرد و اقدام به تهمه گذاشتن برای وزارت اطلاعات به قصد مشغول کردن آنها به مسائل غیر مهم و جزئی، به قصد ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان هسته‌ای و دادن پوشش کافی به ماموران خود کرده است. آقای رضوی در این نامه می‌افزاید که آقای دادخواه که آقای رضوی با افتخار تمام افراد مشکوک را دستگیر کرده و از کشفی بزرگ صحبت کرده است، در حالی که وزارت اطلاعات در گیر دامی بوده است که موساد برای آنها پهن کرده است. ایشون اضافه می‌کنه رضوی نه تنها کاری پیش نبرد، بلکه باعث اقداماتی که و تنش ایران با بعضی از کشورها مانند تایلند، گرجستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر شد. چرا؟ دلیلش اینه که آقای وزارت اطلاعات ایران به خاطر اینی که بیاد و نشون بده که این هم کاری میتونه بکنه، سعی کرد که کارهای انتقامی انجام بده، غافل از اون که موساد تا مغز استخوان وزارت اطلاعات نفوذ کرده و وقتی که اینها تیمی رو به تایلند میفرستند یا به گرجستان میفرستند که برن و مامورین اسرائیلی و یا جلوی سفارت اسرائیل رو بمب گذاری کنن، اون افتضاح در تایلند به وجود میاد که فردی که بمب در حال بمب گذاری بوده خودش منفجر میشه و دست و پاشو از دست میده و 3 نفر دیگری که قرار بود به اون بپیوندند و روی ماشین های سفارت اسرائیل و اتباع اسرائیلی بمب گذاری کنند، شبها به مشروب خاری و به دنبال زنان خروسپی و خودفروش میرفتند و با اینها مشروب میخوردند و عکس میگرفتند و بیت الله و عاشقان راه شهادت، در حالی که با زنان روسپی تایلندی در عیش و نوش بودند دستگیر میشن و بعد اعتراف میکنن و میگن که وزارت اطلاعات اونها رو فرستاده، یا مسئله گرجستان و یا مسئله آذربایجان که اونها سعی داشتن به اسرائیلی ها ضربه ای بزنن و بعد از این همه تلاش و این همه خرج تنها کاری رو که تونستن بکنن به خانواده یکی از دیپلمات های اسرائیلی رو مورد سوء قصد قرار دادن و زن همسر ایشون رو زخمی کردن و این افتضاح بزرگی بوده که به وزارت اطلاعات و سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی دولت جمهوری اسلامی در زمان آقای احمدی نژاد به وجود آورده است. آقای دادخواه در تیکه‌های دیگه از این نامش ادامه میده. شایان ذکر است که 2 سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، شماری از اعضای تیم مذاکره کننده اتمی ایران با جامعه جهانی به ریاست حسن روحانی ریاست آن را بر عهده داشت بازداشت شدند و اتهام جاسوسی بر آنها زده شد. حسن موسویان یکی از مذاکره کنندگان ارشد جزو دستگیر شدگان بود که البته او در 20 فروردین 1387 در دادگاه انقلاب تهران موسویان به اختلال در امنیت مجرم شناخته شد و به 2 سال حبس و 5 سال محرومیت محکوم شد. اما 3 تن دیگر از اعضای آن تیم از همکاران حسن روحانی و در دبیری شورای عالی امنیت و مرکز مطالعات استراتژیک جمهوری اسلامی هستند. شاهین دادخواه در انتهای نامه می نویسه یکی از این افراد که پیشتر در نامه سرگشاده حسن روحانی در زندان اوین بود، شرایط 2 تن دیگر رو بسیار بسیار بد توصیف میکنه. احتمالاً این نامه میتونه بسیار درست باشه و اطلاعات بیشتری حتما در پشت این قضیه هست
که این آقای شاهین دادخواه از اون مطلع است و با این نامه سعی کرده به وزارت اطلاعات بگه که اگر من رو بیشتر نگاه دارید اطلاعات بیشتری رو در سطح جهانی منتشر خواهم کرد. این هم یکی از شگردهایی است که وقتی که افراد دولتی در جمهوری اسلامی دستگیر میشن این گونه از خود دفاع میکنن. ولی حقیقت اونجاست که وزارت اطلاعاتی که از خودش یک هیولا ساخته و در خیابانهای تهران زن و مرد و دختران ایرانی را مورد حمله قرار میده و با عکس ها و تصاویری که همه ماها دیده ایم اونگونه کتک میزنه و نداها را اونگونه با گلوله میکشند و بعد مجرمین آزاد میشند، حتی قادر نیست از دامهایی که برایش میگسترند فرار کنه. در ادامه برنامه با ما باشید. با درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه مبارزان سیاسی با هر عقیده سیاسی که هستند. درودی داریم به خانواده زندانیان سیاسی، آنانی که رنج بیشتر از همه زندانیان سیاسی میکشند. درودی داریم به همه هموندان حزب، درودی برای همه زنان و دختران ایران که اینگونه زنانه در مقابل رژیم خونخوار جمهوری اسلامی می ایستند و قد خم نمی کنند. حزب مشروطه ایران در راستای خبررسانی و گزارش رساندن به شما از وسایل امروزی استفاده می کند. وبسایت حزب مشروطه ایران با آدرس www.irancpi.net وجود دارد که می توانید آخرین خبرها و نظری و دیگر نظریات دیگر نویسندگان را راجع به مسائل ایران در اون ملاحظه بفرمایید. فیسبوک حزب مشروطه ایران همچنان فعال است و شما را در مسیر آخرین تحولات و آخرین اخبار و نظرات قرار می دهد. در روی یوتیوب می توانید ما را بر روی ایران سی پی آی ملاحظه بکنید. ساعت ها شاید بیش از 400 ساعت از برنامه های حزب و گزارشات حزب و اعلامیه های حزب در اونجا باشد و شما میتونید با رفتن به اون بیشتر و بیشتر به آنچه که ما میگوییم و آنچه که برای فردای ایران آرزو میکنیم رو نگاه کنید، ببینید و متوجه بشین که ما از چه صحبت میکنیم و به دنبال چه هستیم و چگونه هستیم. یوتیوب به ما این اجازه را داده است که برنامه ایمان را به طور مستقیم و همزمان پخش کنیم و متخصصین و مسئولین برنامه در پی آنند که هرچه زودتر این کار انجام بشه و ما بتونیم به صورت زنده همزمان در سراسر جهان بر روی یوتیوب دیده بشیم.
در برنامه امروز ادامه مصاحبه ای رو که با یکی از رهبران عملیاتی ساواک داشتم، تکه دیگری رو برای شما پخش میکنم. به نظریات آنها نگاه کنید. ساواک همواره مورد حمله بوده است. قصد ما از این برنامه فقط اطلاع رسانی است، ولی معتقدیم که ماموران ساواک در رژیم گذشته به طور مستمر در راه آزادی و در راه وطن پرستی و آنچه که بهشون گفته بود اقدام کردند و هرگز هرگز مثل ماموران و افراد سپاه برای گرفتن پول از این سو به آن سو و از این اتاق به آن اتاق نرفتند و مردانه ماندند، زندگی کردند، کشته شدند و یا به خارج از کشور آمدند، به کارهای طاقت فرسا ادامه میدن، زندگیشون رو میچرخونن، اما هرگز مانند به گروه بیشماری از کسانی که در جمهوری اسلامی به وطن فروشی مشغولند این کار رو نکردند. به یک موزیک ویدیو نگاه میکنیم، باز میگردیم و با یکدیگر به صحبت‌های آقای فراستی گوش خواهیم داد. با ما باشید. سکوتم را نکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم، من آن خرمن، من آن انبار باروتم که با آواز یک کبری آتش می شوم. هزاران شعله سرخ کنار هم، سکوتم را نکن باور. تمام این قفس ها را، تمام حسرت و این ترس ها را، دستانی که میخواهد رها باشد شکستی سخت خواهم داد. سکوتم را نکن باور. بله بینندگان گرامی، همان گونه که قبلا هم عرض کردم، صحبتمون رو با آقای احمد فراستی رهبر عملیاتی در ساواک پی میگیریم. آقای فراستی مجدداً متشکرم از اینکه در درود بر شما و همه همیهنان. آقای فراستی، در برنامه قبلی صحبت از این شد که گروه زیادی از دوستان یا از هموطنانمون که بهشون چپ گفته میشه اصولاً در مسیرهای حرکت میکردن که ضد شرایط مردم ایران بود. چرا اصولاً حزب توده و چپ همیشه به صورت مخالف، اونم مخالف این ریختی حرکت میکرد؟ چپ که به قول معروف صحبت از آزادی میکنه، حتی زمانی که محمد رضا شاه آزادی به زنان داد، در هیچ کجا هیچ کجا ما کوچکترین نوشته‌ای در تایید این عمل محمد رضا شاه نمیبینیم. بله، عرض کنم که بایستی که یه مقداری به گذشته برگشت و اصلا دید که این چپی که شما میفرمایید از کجا نشأت میگیره و چگونه و در چه برههایی از زمان پا میگیره. بله، خیلی کوتاه عرض میکنم که به هر حال شما قرارداد 1919 رو میشناسید که بین روسیه و انگلیس گزارده شد که ایران رو به دو قسمت تقسیم کنن که خوشبختانه موفق نشدن، و پیش از اون در قبل از 1300 در گیلان دو سه سالی بود که تازه در اتحاد جماهیر شوروی
به رو در روسیه حزب کمونیست به اصطلاح جان گرفته بود، بلافاصله در ایران هم حیدر اموغلی به اتفاق میرزا کوچکخان جنگلی تصمیم گرفتن که گیلان رو مستقل اعلام کنن و بعد اختلافاتی بین خودشون به وجود میاد و در این بین میبینیم که پای روسا یا کمک روسا چقدر مؤثره. کشتی میفرستن، این مسئول مثلا فرمانده اون کشتی خاطراتی نوشته که ما قرار بود که بریم و به حیدر اموغلی کمک کنیم، ولی در بین راه دستور رسید که حیدر اموغلی رو فراموش کنید و شما برید به میرزا کوچکخان کمک کنید و به همین جهت ما به طرف میرزا کوچکخان رفتیم و بعد حیدر اموغلی رو افراد میرزا کوچکخان در یک بالکنی بود با تیر زدن کشتن و بعد هم که دولت مرکزی افرادی رو برای قل و قم میرزا کوچکخان فرستاد، خود روس‌ها اون رو کشتن و زمانی که کشتی میرسه به ساحل ایران، کشتی‌های روسی، میرزا کوچکخان خاطرات شخصی به نام گویا فرخ‌خان بود که دوستش بوده می‌نویسه که بله وقتی رسید کشتی، میرزا کوچکخان بلافاصله دو رکعت نماز شکر به جا آورد. یعنی میرزا کوچکخان جنگلی نماز خوند. بله، میرزا کوچکخان خودش مذهبی بود. بله گروه ولی حیدر اموغلی کمونیست. اما بله، دو تا با هم ائتلاف کرده بودن. منظور اینه که آمدن یک دشمنی که کشور ما رو دو قسمت میخواد تقسیم کنه و برای خودش به عنوان مستعمره برداره باعث میشه که میرزا کوچکخان نماز شکر هم به جا بیاره و به هر حال هم به دست همون روسا کشته شد. پس از اون که رضا شاه بزرگ آمدن، کم و بیش فعالیت های کمونیستی وجود داشت ولی اونقدر به اصطلاح محکم نبود، تا اینکه یه عده‌ای از مردان وطن پرست کشور ما آمدند و در مجلس قانونی رو گذراندند که بر مبنای اون قانون در سال 1310 هر گونه فعالیت کمونیستی و تبلیغ در این راستا ممنوع اعلام شد. خب چرا؟ چراش عرض میکنم. ببینید، یک اینکه ببینید شما همین الان در کشور آلمان اجازه ندارید که حزب نازی تشکیل بدید. در بسیاری از کشورهای دیگه هم همین گونه هستش. این بر دلیلش این است که مصالح و منافع کشور رو در نظر میگیرند، همون گونه که رضا شاه، یعنی اون دولت مردان در زمان رضا شاه این قانون رو به مجلس بردن و تصویب کردن. در همون زمان هم زمانی بود که رضا شاه پرونده نفت رو گیره و در آتش انداخت و سوزاند، یعنی در پی منافع ایران بود و دست خارجی رو میخواست از ایران کوتاه کنه. در اون زمان این رو فهمیده بودند که کمونیسم ابزار کار استعمار و استثمار روساست و به همین جهت برای اینکه از این ابزار کمتر استفاده بشه اون رو ممنوع اعلام کردن. ببینید آقای فرستی، شما کاملا در این صحبتی رو که میکنید میگین که این چیزی که در ایران بود به عنوان چپ و به عنوان توده، این یک کپی برداری یا یک دستور برداری از شوروی بود، ولی خیلی از مسائلی که در ایران عمل میکرد و وجود داشت این چیزی نبود که شاید احتمالاً در شوروی بود. چرا در ایران چپ ایرانی و توده ایرانی متفاوت بود با کمونیست شوروی، هرچند که از اونها تبعیت میکرد؟ این زمان بندیش یه مقداری تفاوت داره. اوکی. و بعد از سال 1310 که این قانون تصویب شد، شخصی به نام دکتر ارانی، مرد سلیم النفسی هم بود، انسان خوبی هم بود و خیلی هم اولش ناسیونالیست بود، چون برای به اصطلاح تحصیل وارد آلمان میشه و در برلین با شخصی به نام مرتضی علوی دوست میشه و به اصطلاح اون راهنماش میشه، ساپورتش میکرده. آقای مرتضی علوی به ایشون یاد میده که چگونه بره و در ایران به اصطلاح کمونیسم رو علارغم اینکه قانون منع کرده شروع کنه به تبلیغ دربارش و ایشون هم میاد برمیگرده در ایران و روزنامه یک نشریه ایجاد میکنه، درست میکنه به نام دنیا و 13 شماره هم ازش چاپ میکنه. در این بین تعدادی دانش آموز، اون موقع دانشگاه هنوز در ایران نبود، دانش آموز دبیرستان های گوناگون به خصوص دارالفنون رو جذب میکنه که به این به اصطلاح کمونیسم رو به اونها میآموخته و یاد میداده و این تبلیغات ایشون مشخص میشه، پیدا میشه و به هر حال تعداد 53 نفر که معروف هستن دستگیر میشن. در اینجا به عرضتون میرسونم که آقای مرتضی علوی برادر آقای بزرگ علویه، برادر بزرگترشه. ایشون
در حقیقت برای کاگبه، برای خود روسا کار میکرده و در زمانی که بین استالین و تروتسکی اختلافاتی پیش میاد، ایشان گویا کمک‌هایی به تروتسکی میکنه که به چکسلواکی آمده بوده و این به گوش استالین میرسه و ایشون رو احضار میکنن به مسکو و در مسکو ایشون رو بدون هر گونه محاکمه دولت اتحاد جماهیر شوروی تبعه ایرانی رو تیربارون میکنه، برای اینکه به درستی و خوبی کارش رو برای استالین انجام نداده بوده. آقای دکتر تقی ارانی شاگرد چنین آدمی بوده، ولی شخصا آدم پاکی بوده، آدم خیلی خوبی بوده، ولی خب این ایدئولوژی دیگه اون زمان به اصطلاح اوج روشنگری و روشنفکری بوده و هر کسی به این به اصطلاح کمونیسم روی می آورده، هنوز وضعیت کمونیسم مشخص نبوده، تازه جوان بودش، مشخص نبود که چی به چی هستش. به هر حال اینها رو در سال 1316 دستگیر میشن و میان در زندان بودن، هر کدوم به چند سال زندان محکوم میشن. شوربختانه دکتر تقی ارانی در زندان به بیماری تیفوس فوت میکنه. پس از و چون ممنوع بوده به اصطلاح طبق قانون، کمونیست دیگری ما در ایران خیلی به ندرت پراکنده داریم تا زمانی که رضا شاه بزرگ رو تبعید میکنن به خارج از کشور. پس از تبعید ایشون در 20 یا 25 شهریور از ایران خارج میشه. در 9 مهر سال 1320 اولین به اصطلاح جلسه‌ای که تشکیل میدن برای ایجاد یک حزب کمونیسم در منزل عباس میرزا اسکندری با حضور آقای علیوف کاردار سفارت شوروی انجام میشه و 37 تن هم از همون افراد 53 نفر در اون حضور داشتن و اونجا سخنرانی صحبتای میکنن و تصمیمات میگیرن و مرامنامه و اساسنامه ای درست میکنن و چون نمیخواستن اسم کمونیسم رو بیارن، حزب رو میکنن حزب توده. البته این پروسش فرق داره با ماجرای قبلیش. و پس از اینکه مرامنامه و اساسنامه رو مینویسن، از روی اون دو تردو رو میبرن سفارت شوروی و از روس‌ها میخوان که شما بیاید و این رو تایید کنید که آیا مورد قبول شما هست یا نه. حزب برای ایران تشکیل میخواد بشه، روس‌ها بایستی که اون رو تایید کنن. به هر روی این حزب رو تشکیل میدن و بلافاصله هم یک ماه بعدش یک دمونستراسیون، یک تظاهرات بزرگی در تهران ایجاد میکنن. خب دیگه بعد از جنگ بوده، یه مقداری اون سختگیری های زمان رضا شاه هم نبوده، آقا علیحضرت محمد رضا شاه هم آدم دموکراتی بوده، دولت ها هم که اسیر دست اینها شده بودند چون اینها واقعا نفوذ پیدا کردن در همه جا. به هر حال تظاهراتی تشکیل میدن و در اون تظاهرات تنها یک خواسته داشتن، خواستهشون این بود که نفت شمال ایران واگذار بشه به اتحاد جماهیر شوروی، همون گانی که نفت جنوب ایران رو انگلیسی ها در دست داشتن. و در اینجا در اون زمان البته بعد به عرضتون برسونم که آقای دکتر مصدق روابط بسیار خوبی با پادشاه داشتن. بله. و در اون بره در حقیقت اعمال نظر یا نظریات پادشاه یا پیشنهادات پادشاه رو خود آقای دکتر مصدق بودن که عنوان می‌کردن، حالا یا به دولت یا به مجلس، البته ایشون نماینده مجلس هم بودن. و در به همین جهت برای اینکه دهان روس به اصطلاح توده‌ای‌ها بسته بشه و نخوان که نفت شمال ایران رو به روس‌ها بدن، علی‌رغم اینکه دکل‌های نفت رو اینا زده بودن در جنوب دریای خزر. بله بله. در جنوب، در کتاب 50 نفر و 3 نفر آقای انور خامنه‌ای به طور کامل در این مورد نوشته. و این قرار، این به اصطلاح این طرح رو بردن در مجلس و که هیچ قراردادی با کشور خارجی بدون تصویب مجلس نمیتونه انجام بشه. در حقیقت روسا در انفاس پیدا گیر کردن و موندن که چیکار بکنن. به هر حال این جنگ و گریز ادامه داشت، تظاهرات ادامه داشت، خیلی مسائل مختلفی بود تا اینکه جریان آذربایجان پیش اومد در سال 1124، در 17 آذر ماه 1124. و چون اعتبارنامه آقای پیشوری، جعفر پیشوری که یه نام دیگه‌ای داره در اصل، در مجلس تصویب نشده بود به عنوان نماینده مردم تبریز، به همین جهت ایشان هم قهر کرد و رفت در تبریز و اونجا حکومت مستقل اعلام کرد. و روس‌ها هم ازشون خیلی حمایت می‌کردن، سربازهای روسی هم هنوز در ایران بودند، علی‌رغم اینکه قراردادی که بسته بودند بین
ایران و روسیه و انگلستان و آمریکا قرار بود که سربازان انگلیسی و روسی که در اون موقع در ایران بودند از ایران خارج بشن. انگلیسی‌ها سربازهای خودشون رو بردن ولی روس‌ها سربازهای خودشون رو در داخل ایران نگهداری کردند، تا اینکه در حقیقت مردم آذربایجان از ظلم و ستم و کشت و کشتاری که اینها در منطقه کرده بودند به جوش میان و علیه اینا برمیخیزن، در این بین ارتش هم میاد و اینا رو تارمار میکنه و اینا فرار میکنن، همشون میرن به اتحاد جماهیر شوروی. دوران پرتنشی بود برای کمونیست ها ولی فعالیت های خودشون رو کماکان داشتن، تا جایی میرسه که بین قوام السلطنه و روسا قراردادی بسته میشه. قوام السلطنه همون بازی سیاسی قشنگ خودشو میکنه که مستظر هستید که اگر من قرارداد نفت رو به شما میدم به شرطی که شما از مملکت برید بیرون، و استالین هم قبول میکنه، باور میکنه، سربازا رو میخوان که بیان بیرون، این آقای جعفر پیشوایی هم متواریش میدن و به هر حال قوام السلطنه 5 تا وزیر توده‌ای رو میاره در کابینش که این هم مشخص همه میدونن. این وضعیت تا سال 1327 ادامه داشت. حزب توده خیلی سرخورده از کار استالین بود و خودشون گیج بودن که جریان از چه قرار است و چه کار باید بکنن، ولی تلاش های کمونیستیشون رو میکردن تا در سال 1327 که در 15 بهمن 1327 که به پادشاه تیراندازی شد و ناصر فخرآرایی هم در همونجا که تیرانداز بود به دست اون افرادی که در اطراف بودن کشته شد، از جیب آقای کیان، از جیب ایشون، از جیب آقای ناصر فخرآرایی کارت عضویت حزب توده رو در بله. بعد هم در این پس از 22 بهمن 57 هم آقای کیان نوری و سایرین عنوان کردند که بله ما بودیم که فرستادیم شاه رو بکشن. در اون زمان دوباره این حزب توده ممنوع میشه، یعنی یک بار شده دوباره اون مجددن، یعنی اون موقع کمونیسم ممنوع بود، حالا حزب توده رو ممنوع میکنن که اینا جز کشتار و آدم کشی کار دیگه نمی کنن. البته در این فاصله هم جنایات زیادی کردن، کشتن محمد مسعود به وسیله خسرو روزبه، کشتن حسام لنکرانی از یاران خودشون بود به وسیله خسرو روزبه، و قتل نامعلوم احمد دهقان مدیر مجله تهران مصور. ولی این کشمکش تا سال 1332 که آقای مصدق نخست وزیر شد، در ابتدا روسا بسیار حمایت میکردن از آقای دکتر مصدق. بعد که آقای دکتر مصدق البته با نظر پادشاه، این که میگم نظر پادشاه، در کتابخانه مجلس، در کتابخانه مجلس شورای ملی تلگرافی رو که آقای دکتر مصدق از نیویورک زدن به پادشاه و سپاسگزاری کردن از حمایت‌های بی‌دریغ پادشاه برای ملی کردن نفت موجود هستش. اما در اینجا دماغ توده‌ها به قول معروف خیلی سوخت، علتش هم این بود که وقتی نفت رو ملی کنن دیگه باز دست روسا کوتاه میمونه. بله. بعد روسا نمیتونن نفت داشته باشن. به هر حال خیلی سازمان‌های گوناگونی روسا به اصطلاح توده‌ها داشتن، از سازمان زنان و جوانان و عرض کنم که در ارتش ایران هم تونسته بودن، در ارتش و نیروهای انتظامی ایران توانسته بودن نزدیک 600 افسر رو به اصطلاح توده‌ای کنن که مسئول افسران حزب توده هم آقای خسروی روزبه بود و درجه داران، تعداد زیادی هم درجه داران بود که مسئولش آقای رحمت الله جزنی بود. و پس از ماجرای 1332 و عزل آقای دکتر مصدق، اینو خدمتتون عرض کنم که در حتی در اون زمانی که آقای قوام السلطنه 5 تا وزیر توده‌ای داشت، حتی زمانی که توده‌ای‌ها به شدت از آقای دکتر مصدق حمایت می‌کردن، ایشون هرگز هیچ کدومشون حاضر نشدن که اون قانون 1310 رو لغو کنن. چرا؟ می‌دونستن که اون قانون اگر لغو کنن به منافع ما اینها خیلی راحت‌تر و بیشتر لطمه خواهند زد و این ابزار کمونیسم خیلی فعالیت و کار بیشتری خواهد، کاربرد بیشتری خواهد داشت. به هر روی پس از اینکه سازمان افسران حزب توده کشف شد، در حقیقت توده‌ها به دوباره به یک محاقی رفتن، سرانشون هم متواری شدن به کجا؟ روسیه، به اتحاد جماهیر شوروی. بله، از جمله البته سرانی که تو ایران مونده بودن، چون اصلش کمیته مرکزی در 1328 ده نفرشون فرار کرده بودن به اتحاد جماهیر، از زندان فرار کرده بودن به اتحاد جماهیر شوروی. اونم یه داستانی، اونم داستان خودشو داره. بله، به هر روی این کم و بیش فعالیت‌های کمونیستی مخلوط می‌شد با فعالیت‌های مخالفین مذهبی. بله.
در این جریانات ما میبینیم که دست تروریسم توده‌ها خسرو روزمه بود و مذهبی ها هم نخواستن عقب بمونن و اونها هم تروریستی رو از نجف به ایران آوردن، آقای مجتبی میرلوهی بعد به نام نواب صفوی و فدایان اسلام که سه نخست وزیر ایران رو هم اینها در مجموع کشتند. نواب اسلامی ها، بله دیگه، آقای رزمورا رو کشتن، آقای حجی رو کشتن که نخست وزیر بود و آقای منصور. به هر حال تا داستان انقلاب ششم بهمن میشه، روس‌ها کمونیست‌ها و توده‌ها به اصطلاح تقریبا اعلام میکنن که از ما خل سلاح شد با کارهای پیشرفت پیشبرده‌ای که شاه میخواد انجام بده، با پیشرفتایی که شاه میخواد در کشور ایجاد کنه، ما تقریبا خل سلاح شدیم. بنابراین هم مذهبیون از یک طرف میان برای به دست گرفتن قدرت فعالیت میکنن، هم توده‌ها و تدی چند از جوانهای توده‌ای، جوانانی که در حزب توده بودن یا جوانتر بودند از بقیه، شروع میکنند به سلسله فعالیت‌های در دانشگاه و در دبیرستان‌ها و مذهبیون هم در مسجد و مساجد که از شکم اینها از مساجد سازمان مجاهدین خلق بیرون میاد، یعنی چپ‌های مذهبی بیرون میان که آقای طالقانی در اصل پرورش دهنده اونها است، به نام آیت الله سرخ هم مشهور بود و از شکم توده‌ها هم گروه چریکای فدای خلق به وجود میاد. و پس از اینکه کشور اتحاد جماهیر شوروی تصمیم میگیره که در کشورهای غیر کمونیست جهان آشوبی بپا کنه، تب تروریسم رو پرورش میده که همونطور که از قبلا عرض کردم در دهه اواخر دهه 60 و اواسط دهه 70 75، یعنی 1960 تا 1975، 69 تا 75، در 45 کشور جهان تروریست به وجود میاد و این تروریست ها هیچ کاری نداشتن جز آدمکشی، بانکزنی، قتل، جنایت تحت لوای ایدئولوژی. و همین گونه هم کمونیست های مذهبی هم دقیقا در همین کار مشغول بودند، اونها هم تحت نام ایدئولوژی کمونیست مذهبی، تا اینکه در سال 1355 تقریبا با از بین رفتن حمید اشرف و بهرام آرام از مجاهدین، حمید اشرف از سازمان چریکای فدای خلق، دیگه به اصطلاح بساط اینا تا حدود زیادی برچیده میشه. در این مدت ضربات و خسارات فراوانی به کشور ما وارد کردن، تقریبا کشور رو درگیر کرده بودن با خودشون و کشورهای دیگه خوشبختانه یا نمیدونم برای ما متاسفانه زودتر به نتیجه رسیده بودند. همه اینها رو گرفته بودند و اعدام کرده بودند، در زندان‌های طویل المدت نگهداری کرده بودند. حتی یکی از افراد گروه بادرماینهوف تا همین چندی قبل هم، یعنی هنوز هم بعد از اون همه سال، بعد از اینکه 40 سال هنوز در زندانه و اونها رو آزاد نمی‌کننشون. مروی آرامشی در کشور به وجود آمد. پادشاه تقریبا مطمئن شد که مشکلات تروریستی نداریم و از همونجا بود که گفت فضای باز سیاسی رو اعلام میکنم که متاسفانه همون تروریست هایی که با زحمت و خون دل جمع‌آوری شده بودند و در زندان ها بودند آمدند بیرون و با آخوندها ساختند و پرداختند و این روز سیاه رو برای مملکت ما آوردند. آقای فراستی، در تاریخ سیاسی ایران یا به روایتی به گفته شما در تاریخ این عملیات تروریستی می‌بینیم که تقریباً از سال 48 تا 53 و 4 بسیار بسیار شلوغه. هم مجاهدین می‌زنن، هم از خودشون می‌زنن، شما قبلاً اشاره کردین، هم چریکا از خودشون می‌زنن. اینا چجوری حالا غیر از اینکه از پاسبون و افسر و آدم عادی چرش به جون خودشون افتاده؟ آیا جنگ درونی خودشون تا این حد بود که باید همدیگر رو میکشتن و بدنشون رو خالی میکردن و مواد شیمیایی میریختن و اینا؟ نه، ماجرا از این قرار بود که ببینید، یک اینایی که افراد رو به قاچاقچیگری وامی دارن، برایشون مواد بفروشن، هروئین بفروشن، از این تیپ کارا، این شخص رو خوب آلوده میکنن. به نوعی هم اینها دانشجو دانش آموز جوانی رو که پیدا میکردن، این رو همون گونه که گفتم با آموزش کتابهایی که داشتن یه مقداری آموزش میدادن و بعد به اینها مأموریت های خاص کوچیکی میدادن و به هر حال به تدریج بهشون گفتن که تو باید از خانوادت بیای بیرون و پیش ما بمونی، خانه تیمی بریم، تو بعضی برای مبارزه کنی. خب فکر کن یه جوان 18 19 ساله 20 ساله بعد یه اسلحه هم که بهش بدن، خب این خودشو
زوروی زمان فرض میکنه. مذارت بخوام همینجا، ما شما راجب اصله صحبت میکنید انگار خیلی آسون بوده، ولی خیلی جاها ما میخونیم که دستیابی اینا به اسلحه به این آسونی هم نبوده. اونا مربوط به گروه های خیلی کوچکتر خودسر بوده، ولی این گروه، دوتا گروه بزرگ، اینا مستقیما از روسا پول میگرفتن، اسلحه میگرفتن. یعنی به این شکل بود که روسا با دولت عراق صدام حسین یک قرارداد 15 ساله نظامی داشتن. یکی از توده های زمان هم قدیم جنرال پناهیان بهش میگفتن که این در عراق به وسیله روسا مستقر شده بود، یعنی در داخل خاک عراق بود و ایشون مهماندار کلیه کمونیست های ایران بود و تمام کمک ها مالی و اسلحه رو به وسیله جنرال پناهیان اینها میگرفتن. گهگاه میرفتن بعد از فلسطینی ها هم میگرفتن و یعنی در مجموع اون گروه هایی که دنبال اسلحه میگشتن میفرمایید، اینا یه گروه های کوچیک خودسری بودن، 4 نفر 5 نفر بیشتر نبودن. از 11 گروه تروریستی ما داشتیم. این 11 گروه بقیه کوچیک بودن، ولی دو گروه بزرگترشون همین دو گروهی بود که خدمتتون عرض کردم. خب الان اینا میرفتن این اسلحه ها رو میگرفتن، به این بچه ها میدادن و شروع به عملیات میکردن. بله دیگه. خب ما الان چند نفر رو میتونین شما اسم ببرین که اینا خودشون رو کشتن؟ بله، عرض میکنم که اینا بعد از اینکه این بچه ها رو بهشون اسلحه میدادن، خب در این بین پیدا میشد کسانی که حالا یا به قول خود اینها ایمان درستی نداشتن یا ترسو بودن یا راه اینها رو غلط میپنداشتن و میخواستن با اینا دیگه همکاری نکنن. به اینها یک بار اخطار میکردن که اگر نخوای همکاری کنی تو پاسخت مرگه و اینها بعضیاشون میپذیرفتن و ادامه میدادن، بعضیا نمیپذیرفتن. اونهایی که نمیپذیرفتن رو اینا میکشتن. برای مثال آقای مهدی فتاپور که از سران همین سازمان چریکهای فدای خلق است، با بانو سهیلا هدایت وحدتی یک مصاحبه داره در سال 1386. در اون مصاحبه میگه که عبدالله یا عبدالله پنجشاهی به وسیله احمد غلامیان لنگرودی و سیامک اسدیان کشته شد. چرا کشته شد؟ به دلیل این کشته شد که، حالا استدلال ببینید چی هست، به دلیل این کشته شد که ایشون با خانم اتنا ثابت در خانه تیمی رابطه جنسی داشته. خب از دید من یک بهانه است. اولا که طبیعی‌ترین رابطه خب بین یه زن و مرد میتونه همین باشه. دومیش این که اگر قراره اینجا کسی مقصر باشه، چرا خانم ادنا ثابت رو نکشتن؟ چون همین اتفاق برای دو نفر دیگه باز رو شد، خانم رقیه دانشگری از شرکای فدای خر و آقای مناف فلکی. خب پس چرا خانم رقیه دانشگری تا اون حد پیش رفت که با همین آقای مهدی فتاپور در کنار آقای کیانوری میخواستن کاندیدا خودشونو کاندیدای نمایندگی مجلس کرده بودن، چرا اونو نکشتن؟ پس اینجا یک غرض ورزی یا حسادت هایی باید در بین باشه که آقای عبدالله پنجشاهی رو به خاطر روابط جنسی با یک دو بانوی دیگری میکشن. این در مورد این شخص به خصوص است. ولی تأسف من از اینجاست که آقای مهدی فتاپور در این مصاحبه تایید میکنن این کشتار رو، میگن کار بسیار درستی کرده یکی رو کشتن. خب ببخشید من بقیه‌اش هم بگم خودتون دونه دونه بفرمایید. در همین مصاحبه آقای مهدی فتاپور اشاره می‌کنن به کشته شدن 5 نفر به وسیله سازمان شریکای فدای خلق اقلیت. میگن که 5 نفر رو هم اینها در درون کشتن. ماجراش از این قرار است که این آقایان پس از اینکه این خانم‌ها و آقایان پس از اینکه به کردستان میرن، حالا از مسئله گنبد میایم بیرون که اینا اول رفتن در ترکمن صحرا، اونجا خواستن تجزیه کنن، برای تجزیه رفتن اونجا، حتی رفتن تمام پاسگاه ژاندارمری رو، ژاندارما رو همه رو کشتن. که خدای نکرده اگر روسا میخوان تشریف بیارن این موقع پاشون درد نگیره، ژاندارمی نباشه مقاومت کنه. خودشون در کتاب خودشون نوشتن، آقای نقی حمیدیان در کتاب خودش پرواز بر بالهای آرزو نوشته، در کتاب چریکهای فدایی خلق نوشته محمود نادری در 1500 صفحه هستش در 2 جلد، ایشون نوشته که چگونه اینها پاسگاه های ژاندارمری رو در ترکمن صحرا از بین بردن و بعد از اونجا آمدن به کردستان و در شهرهای گوناگون کردستان از مهاباد و نقده و مریوان و بانه و سنندج و سقز و بانه و غیره مرتب زد و خورد با ماموران با سربازای ایرانی داشتن که میخواستن اونجا رو به اصطلاح
تجزیه بکنن و دنبال این مسائل بودن تا اینکه آخر سر میرن اون اقلیت به چند انشعاب پیدا میکنه و چند گروه دیگه میشن که یکی از این گروه ها اسمش از آرخا مثلا ارتش رهایی بخش خلق ایران و اونها هم باز دو شاخه میشن. اینا وقتی که به خاک عراق میرن صدام حسین به یک گروه از اینها ویلای میده، یک خونه میده، یک ویلا میده، دو تا دستگاه ماشین میده، حقوق ماهیانه بهشون میده و یک ایستگاه رادیویی کوچک هم بهشون میده که به زبان کردی برنامه داشته باشن. در اینجا یکی دیگر از همین گروه که انشعاب کرده بوده به نام آقای حماد شیبانی که دو سال یا سه سال در تهران قبلا در زندان بوده و بعد دادگاه سه سال برای زندان تعیین کرده بوده و بعدم آزاد میشه به اینا پیوسته بود، ایشون با چند نفر دیگه میان و در همون استادیوی اون رادیو همونجا پنج نفر رو به گلوله میبندن و میکشن که چرا صدام حسین به شما داده به ما نداده. در عراق؟ بله بله، در خاک عراق. اینو تو همه کتاباش هم خودشون نوشتن. ولی کسان دیگری بودن، آقای ابراهیم نوشیوانپور بود که این آقای ابراهیم نوشیوانپور جز همین آقایون چریکای فدای خلق بود، در کوه با سیاه کرد رفته برای سیاه با داستان ماجرای سیاه کرد، ایشون هم فعالیت داشته در اونجا و جز تیم کوه مثلا سازمان چریکای فدای خلق بود. ایشون را هم به دلیل اینکه اظهار پشیمانی کرده بود که اینها نادم آدمایی هستن که آدم کش هستن و آمده بود و گفته بود که چه کسایی رو کشتن و چه کار کردن، اینها رفته و رفتن این شخص رو کشتن. و همینطور آقای عبدالرضا نواب بوشهری بود که ایشون هم به اصطلاح تمرد کرده بود و نمیخواست با اینا ادامه بده و ایشون رو هم با گلوله کشتن. در حقیقت مثل این کاری که اینا میکنن همون کاری است که اسلام میکنه، مرتد. بله، مرتد رو میگه مرتد کشته بشه. قاچاقچی هم همونطور، اینا هم به همون شکل. در کتاب شورشیان آرمانخواه آقای علی اکبر جعفری گویا تو اون کتاب نامه ای رو پیدا میکنن، نامه ای رو داد نوشتن که دستور کشتار چهار نفر بوده و این چهار نفر هم کشته میشن. نامه ای که آقای حمید اشرف می نویسه به بانو اشرف دهخانی، در اون موقع بانو اشرف دهخانی در آلمان بوده. بله. و تعدادی اینا کشته بودن. یکی از اینا برای کسانی که در آلمان بودن، یکی آقای محمد حرمتی پور بودن با بانو اشرف دهخانی، براش این شخص مهم بود چون همشهریش بود و خیلی تعجب کرد به نام اسد. بنابراین از مرکز سازمان مرکزی از تهران میگه چرا اینو کشتی؟ بعد آقای حمید اشرف نام حسین توسلی و یکی دیگر هم میبره که ما اینا رو کشتیم، بعدن که اومدی براتون توضیح میدیم اینا خائن بودن و به این دلیل ما اینا رو کشتیم. اسامی دیگری هستش در اینجا، آقای محمد کاسچی، جواد چای عطری، احمد افشارنیا، که اینها همه به دست اینها کشته شدن. در حقیقت من اینجوری خدمتتون عرض کنم که داستان این تروریسم در ایران متاسفانه بعد به کانگستریسم رسیده بود. ببینید در اولین دومین بانکی که اینا میزنن، بانک ملی خیابون انتصاریه بود در تهران، آقای میرن توی بانک و به حال موجودی رو برمیدارن، رئیس بانک بدبخت میگه که آقا شما برای ما دردسر درست میکنید. آقای حسن نوروزی معروف به حسن روس یا حسن سیبیل با اسم مستعار بابوشکا یا بابوشکین بدون هیچ دلیلی اسلحه رو در میاره، تق میزنه مغز این بدبختو میکشه. رغم اینکه پولا رو هم گرفتن. دوباره در یه بانک دیگری در یک از خیابان‌های امیرآباد شمالی بوده، دوباره همین اتفاق میفته. یه سرباز بد و اینا میان تو بانک، یه سرباز با لباس سربازی ایستاده بوده، اصلا هم نداشته، چی نداشته، میترسه، فرار میکنه، از پشت با تیر میزننش. خب این کدام کانگستر این کارو میکنه؟ اصلا از همه اینا بدتر چهار برادر بودن، ابوالحسن، نادر، ناصر، ارجنگ. این چهار برادر شایگان شام اصفی فامیلیشون. بله. دو نفر اینها با همین سازمان فعالیت میکردند و غیره. این دوتا بچه کوچیک که 9 سال و 11 سال بیشتر سن نداشتند. بله. اینها رو ازشون استفاده میکردند برای کرایه کردن خانه های تیمی در جاهای گوناگون و این بدبخت ها این بچه ها رو هم چشم بسته میبردند در اونجا نگه میداشتند و برای خب یه بچه 9 ساله یا 11 ساله فکر کنید چه زجر آوره که در خانه چشم بسته باشه. زمانی که در خانه تیمی خیابان تهران نو بودند، آقای حمید اشرف و بانو شیرین معاذت میخوان بهشون، چون ما طبق معمول طبق قانون بهشون اخطار میکردیم، ولی حمید اشرف نمیتوانست 11 بار فرار کنه، به دلیل این فرار میکرد که بهش اخطار میشد که آقا بیاید خودتون تسلیم کنید. به هر روی پس از اینکه تصمیم فرار میگیرند، آقای حمید اشرف اسلحه رو در میاره و این دوتا بچه 10-11 ساله رو جا به جا میکشه. بل. خب این آخر در کتابای خودشون هم هست. در کتاب خودشون هم هست. بله. نوشتند
این رو من نمیدونم دیگه. من به نظرم همون کانگستریسم بهتر از تروریسم باشه که به نام برای اینها باید بشه گذاشت. بیا. بله بینندگان گرامی، گفتگوی من با آقای علی فراستی ساعت‌های بیشتری رو داره و در ادامه برنامه‌های راه آینده اینها رو برای شما نمایش خواهیم داد. باید به سخنان افراد ساواکم گوش کنیم، زیرا که سال‌هاست فقط بر علیه اینها صحبت میشه و اجازه صحبت به اونها نمیدن. من ساعت‌ها و بارها و بارها خواهش کردم تا در نهایت توانستم آقای علی فراستی رو به پای میز مصاحبه بیارم. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. از اینکه ما را به خانه های خود راه دادید بسیار متشکرم. به همراه آقای علی فراستی، به همراه آقای رضا مدیر تهیه، آقای آرش کارگردان فنی، آقای افشین مسئول اتاق فنی، همه شما را تا دیگر هفته ای که به خانه شما بیاییم و شما را در جریان آخرین تحولات داخل کشور و تفسیرهای سیاسی قرار دهیم، به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمیشناسد میسپارم. و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست.